ژن رگولیشن این پروکاریوت بیولوژی فارماسی. The gene expression can be constitutively expressed, یعنی always active, یا inducible. بچه اصلا gene expression یعنی چی؟ یعنی بیان ژن. ژن چه موقع بیان میشه؟ وقتی که پروتئین ها بسازه. ما میخواییم بیان ژن رو ببینیم چه جوریه. یا یه ژنی کاملا همش داره بیان میشه، مثل چه ژنی؟ سیستم ایمنی بدن ما همیشه باید فعال باشه. یا اینکه این دیوسیبله، من عنوان مثال، تا قند خون بالا نره انسولین ترشح نمیشه، پس گلوکوز این دیوس میکنه، استیمولیت میکنه، تحریک میکنه ترشح هورمون پلیپپتیدی به نام انسولین. ژن اکسپرشن، همین چیز اسم تاپیک چی بود، ژن رگولیشن پروکاریوتا داریم میخونیم. بعد میایم اینجا، ادوانتج اف ژن اینداکشن چیه؟ وقتی ژن ایندیوس بشه ادوانتجش چیه؟ پروداکشن اف انزایم، یعنی ژن ایندیوس بشه انزایم ها تولید میشن که کانسیوم میکنن منابع و انرژی، و کانسیوم ریسورسز ان انرژی. سینتتایزینگ انزایم ویچ آر نات نسسری این د مومنت آر ویستفول. اگر ما یه انزایم یا سنتز بکنیم که در حال حاضر لازم نیست، در حال حاضر میشه چی؟ این د مومنت ایز نات نسسری، لازم نیست در حال حاضر، آر ویستفول، ما وقتمون رو هدر کردیم. بعد میایم اینجا، the lactose operon. اولین سوال، what is the lactose؟ قند شیر. قند شیر، آفرین. the milk sugar. دیگه چی در موردش میدونی؟ is it a monosaccharide or is it a disaccharide؟ خودکاره خوب ندارید. What is the lactose؟ میگی lactose is a disaccharide. Disaccharide. Okay؟ بچه‌ها این disaccharide، اصلا disaccharide یعنی چی؟ قندها یا monosaccharide یا disaccharide یا oligo یا poly. بگو mono یعنی یه دونه، دی دوتا، oligo بین 3 الی 10 تا، و poly یعنی بیشتر از 10 تا. monosaccharide رو نام ببرید. گلوکوز، گلوکوز، آفرین، گالاکتوز، فروکتوز، بقیهش برای ما مهم نیست. دیساکاریدای مهم رو نام ببرید، لاکتوز، مالتوز، سوکروز. بگو سوکروز. بچه ها لاکتوز، گالاکتوز به علاوه گلوکوزه، مالتوز دوتا گلوکوزه، سوکروز گلوکوز به علاوه فروکتوزه. ببین این افه، این گاله، این جیه، این افه. قبول؟ حالا what is the lactose؟ گالاکتوز به علاوه چی؟ گلوکوز. حالا شکلش چه شکلیه؟ مثلا اینجوریه، دوتا شیسل این کشی، این گلوکوز یه اوهچش بالاست، گالاکتوز هم سهش بالاست، هم این چهارش حالت بالایی داره، اینجوره که بالا باشه اوهچش، و اینجا هم سه هاش دو اوهاش، سه هاش دو اوهاش، دو تام او این بر اون بر، او اچ او اچ او اچ او اچ. قبوله؟ این میشه لاکتوز. پروتوتایپ آف ایندیوسیبل او اوپرانه. ما الان تو باکتری ها هستیم یا تو انسان؟ تو باکتری. باکتری ها ما داریم، پروکاریوت. اوپران فقط توی پروکاریوته، توی باکتری هاست. میگه پروتوتایپ آف ده ایندیوسیبل اوپران، یعنی اون کسی که تحریک میکنه این اوپرانا، under natural condition میتونه رپرسش هم بکنه. the presence of effector activated. شکل اوپران چیه؟ شکل اوپران لک سه تا سگمنت داره، سگمنت 1، سگمنت 2، سگمنت 3. قبوله؟ قبل از اینجا دی ان ای پلیمریز قرار گرفته. دی ان ای پلیمریز پروکاریوتی. دی ان ای پلیمریز چی؟ پروکاریوتی. اینجا به این میگن چی؟ میگن لک رپرسور. لک رپرسور. اوکی بچه ها، هدف این ژن چیه؟ هدف این ژن هدفش چی؟ The goal of this gene, produce lactase. Produce چی؟ What is the lactase? آنزیمی که میتونه لاکتوز رو بشکنه. به کی؟ به گالاکتوز و گلوکوز. آنزیمی که میتونه اینا از وسط بشکنه اسمش چیه؟ ببرینه دیگه تو بده. این الان قیچی؟ اوکی این اسمش چیه؟ لاکتوز. این لاکتوزه، لاکتیز، اینا کات میکنه از وسط. هدف این ژن اینه.
حالا فکر کن اگر لاکتوز داریم بایستی لاکتیز هم داشته باشیم یا اگر لاکتوز نداریم باید داشته باشیم. یعنی لاکتیز باید بیاد لاکتوز رو بشکونه. خب حالا اگر من تو محیط لاکتوز ندارم آیا لازم و ضروریه نسسریه که این ژن اکسپرس بشه؟ نه. پس این ژن رو خدا یه جوری قرارش داده که وقتی لاکتوز میاد تو محیط میاد تو دل ایشون میشینه، این لاکتوزا میان اینجا میشینن، اینا میکشوننش پایین، وقتی دفرم میشه این شکلی میشه و دیگه نمیتونه رپرس کنه، نمیتونه بریه رو باشه، نمیتونه سرد باشه، وقتی دی ان ای پلیمراز جلوش خالی میشه صاف میره جلو، ام ار ان ای میسازه از رو دی ان ای و از رو ام ار ان ای چی میسازه؟ لاکتیزا میسازه. دوزارتون کامل افتاد. حالا میخوایم بریم سر مبحث. میگه یاکوب و مونود کشفش کردن، به ما ربطی نداره. لاکتوز کن بی انرژی سورس. بچه ها کی لاکتوز انرژی سورسه؟ وقتی گلوکوز نباشه. وقتی گلوکوز نباشه. آفره. سوال اینه چه موقعی لاکتوز منبع انرژی است؟ وقتی گلوکوز نباشد. حالا سوال پیش میاد، اگر گلوکوز داری، گلوکوز داریم، لاکتوز هم داریم، آیا ژن اکسپرس میشه؟ ببین وقتی لاکتوز باید منبع انرژی بشه که گلوکوز نیست. حالا اگر گلوکوزا داریم آیا لاکتوز منبع انرژیه؟ اول گلوکوز مصرف شه پس آیا ژن اکسپرس میشه؟ خیر. حالا گلوکوز داریم لاکتوز نداریم، آیا ژن باید اکسپرس بشه؟ نظر تو چیه؟ فکر کن ما گفتیم این ژن اکسپرس بشه چی میسازه؟ لاکتیز بسازه. لاکتیز بسازه، لاکتوز نداریم، لاکتوز هم خواهد از بین ببره؟ نه. پس آیا ژن اکسپرس میشه؟ نه. حالا شما جواب میدی گلوکوز نداریم لاکتوز داریم. اگه گلوکوز نداریم من به انرژی نداریم، من به انرژی فقط میشه لاکتوز، آیا باید این ژن اکسپرس بشه؟ بله. چرا؟ چون باید لاکتیز بسازه که لاکتوزا رو بشکنیم که گلوکوز از اینا در بیه. حالا شما جواب بده گلوکوز نداریم لاکتوز نداریم، آیا ژن باید بیان بشه؟ هیچ، من به انرژی نداریم. خب که ژن بیان نشه پس من به انرژی از کجا میاریم؟ میمیریم. نه میمیریم، دقیقا میمیریم. اوکی، منظور اینه که پروکاریوت لیپید میبینم که نداره که میمیره. بچه اینجوری میاد تو امتحان جدول میده، اینا رو طبقه بندی کنید. خب حالا اینا ماده لاکتوز کشیده، گفته تحت لاکتیز میشه گلوکوز و گالاکتوز. قبوله بچه؟ یعنی گلوکوز کربن شماره 3 او اچش بالاست، گالاکتوز هم 3 بالاست هم 4 بالاست، به مردش رو ویندوز 8 ببرن. قبوله؟ حالا ادامه میده میگه but lactose is not always present، همیشه نداریم. گلوکوز is much better source of the energy. lactose operon gen taking part in the metabolizes of lactose are under the transcriptional control of the single promoter. this structure gen form polycystronic mRNA. غلط کرد کنار گفتی. این سه تا سگمنت، سگمنت 1 2 3. حالا سوال دارم ازتون، این شکل خوب نگاه کنید، فیلم رو تون میفرستم نگاه کنید. آقا جان پولیسیسترونیک امارنه یعنی چی؟ اولا یکی از فرقای امارنه های پروکاریوتی با یوکاریوتی اینه که نه پولیسیسترونیک هن، مال انسان چیه؟ مونوسیسترونیکه یا اصلا میتونیم اصلا نیست. حالا این یعنی چی؟ وقتی امارنه میخواست ترانزلیت بشه ما گفتیم که کدونه آغاز و پایان داریم، درسته؟ امارنه انسانی یا اون سرش یه امارنه آغازینه، کدونه آغازین آیوجی یا متفورمینه، یا متفورمین نه متفورمین دارو متیونینه، و اون کدونه پایانه آیوجی آیو آی آ اینا همون تهشه. حالا ولی پولیسیس رو نگاه، یک کدونه آغاز یک کدونه پایان، دو مرتا یک کدونه آغاز یک پایان، یک آغاز یک پایان، در واقع یک امارنه داره سه مدل ژنو بیان میکنه، داره بتا گالاکتوزیدیز پرمیئیز استلیز رو این بیان میکنه. آیا ما باید بریم تو دیتیل؟ من فکر نمیکنم. اوکی، شما در همین حد که دونی قبل بیان بشه یک سای بسازه این پولیسیسترونی که برای شما کافی. آیژن امارنه میسازه، آیژن یعنی اینهیبیتوری ژن، بگو اینهیبیتوری ژن امارنه میسازه، امارنه لک رپرسور میسازه، لک رپرسور میاد توی اپریتور قرار میگیره. لک پروموتر هم که اینجاست، کپ بیندینگ سایت چیه؟ کپ مخففه،
کمپ یعنی سیکلیک آدنوزین مونوفوسفیت بیندینگ پروتئینه. حالا خودش یه جا اینجا میگه اگر گلوکوز نباشه، اگر گلوکوز نباشه کپ فسفوریله میشه، میره اکتیو میکنه، تقویت میکنه که دی ان ای پلیمراز پیش بره. یه بار دیگه بگو اگر گلوکوز نباشه کپ فسفوریله میشه، فسفوریله که بشه اکتیو میشه، اکتیف که بشه هول میده اینا، میگه برو جلو، گلوکوز نیست، برو جلو، لاکتوزو با تقویت بیشتری با فرس بیشتری میفرست. اما جلوش چیه؟ جلوش کیه؟ اپراتور. تو اپراتور کی میشینه؟ لک رپرسور. لک رپرسور اسمش چیه؟ رپرس میکنه حتی اگه گلوکوز نباشه و اینم بیاد جلو، اما اینجا سد باشه، اینجا بریر باشه، این نمیتونه راه بره. هم باید کپ فسفوریله بشه، اکتیو بشه، هم باید ایشون نباشه که این نیست لاکتوز. وقتی که لاکتوز اومده باشه اینجا اینا دفرم کرده باشه. قبوله؟ ادامه گفته که دژنز لاک بتا گالاکتوز بتا گالاکتوزیدیز هم میسازه، لک ایکس لاکتوز پرمیایزه، لک آ گالاکتوزیدیز. این اینه، به ما ربطی نداره، من فکر نمی کنم برای شما بیاد. افکتور ها رپرسور اینهیبیت دژن اکتیویتی، ایندیوسر اکتیویت دژن اکسپرسر. قاطی نکن، همین داستان که من گفتم یاد بگیری کافی. گفته که the natural situation اینه که های گلوکوز نو لاکتوز، این حالت طبیعی تو بدن من شماست، گلوکوز زیاده لاکتوز نیست، حتی تو بدن پروکاریوت ها. اون وقت چی میشه؟ ایشون لاکتوز نباشه، کپ doesn't bind to the absence of cap. ببین وقتی گلوکوز نباشه نو کمپ، های گلوکوز نو کمپ. حالا برای که این جمله رو بفهمیم کلی داستان داریم. هدف گلوکوز تو بدن من شما چیه؟ آفرین، تولید ATP. درسته؟ بچه ATP از چی ایجاد میشه؟ ADP. یا حالا مثلا بگیم سیکلیک آدنوزین مونوفوسفات، از ریشه بحثش بکنیم. حالا اگر ATP زیاد باشه یعنی همه کمپ ها مصرف شدن، پس هر وقت که های گلوکوزه در نتیجه کمپ چیه؟ کمه. این دوتا برعکس همن، درسته؟ های گلوکوز کمپ کمپ. اگر نو گلوکوز باشه چی؟ های کمپ. نو گلوکوز های کمپ. اچه اگر گلوکوز نباشه اون وقت کپ میاد با کمپای زیادی با قرار میگیره، فسفوریله میشه، راه میفته. اما وقتی های گلوکوز نو کم چیزی نیست که بیاد تو دل این باند بشه، فرنجا ایشون سر جاش میمونه و اصلا تقویت نمیکنه. این داستان کمپ و کپه. میگه سیکلیک آدنوزین مونوفوسفات اولی پرزنت این د پروکاریوتیک سل ون گلوکوز لول ایز لو، ون گلوکوز لول ایز نو، نو گلوکوز. میبینی کمپ هایه. کپ یعنی کاتابولیت ژن اکتیویتور یا کمپ بیندینگ پروتئین، سینونیمن با هم دیگه، کاتابول ژن اکتیویتور پروتئین، رپرسور رسپتور آف ده کمپ اکتیویتور. لو گلوکوز نو لاکتوز. حالا گلوکوز کمه، لاکتوز هم نیست، همون که گفتیم سلوله قراره بمیره. چرا؟ چون که نه ایشون فعال میشه نه ایشون بلند میشه، بعدم قراره که اینجن لاکتیز بسازه. اگه نو لاکتوزه مگه دل درد داریم بریم یه آنزیم بسازه واسه چیزی که نیست؟ انجام نمیشه. لو گلوکوز های لاکتوز، اینجا یک کار انجام میشه. وقتی لو گلوکوزه کم زیاده یا کمه؟ کمه. لو گلوکوز کم زیاده. کم که زیاده تو کپ میشینه یا نمیشینه؟ میشینه. وقتی بشینه این فورس میکنه بره جلو یا نه؟ میره. وقتی بره جلو باید ببینیم حالا این برداشته شده یا نه. میگیم بله های لاکتوز شده، های لاکتوز اومده با این باند شده، این میره جلو. درسته؟ یعنی برداشته شد. یعنی این اون تیبلی که من گفتم، خلاصه این همه داستانه این پی دی اف. What happen if there is a glucose and lactose in the environment؟ چه اتفاق میفته اگر هم گلوکوز باشه هم لاکتوز؟ دقیقا سال امتحانیه. What happen if گلوکوز باشه لاکتوز هم باشه؟ We have a gen expression or not؟ We have a glucose, we have a lactose. نه ببین یه بار که فکر کن داره میگه گلوکوز داریم، گلوکوز من به انرژی هست یا نه؟ آیا احتیاج لک اپرا؟ خب لاکتوز که هست، وقتی گلوکوز هست چه دلیلی هست؟ مثل اینه که من بگم من یکی پژمان هست میتونه بره لفت و برده بیره، چه خب من برم؟ نه مثل اینه که بگیم مثلا کیک آماده داریم بعد ولی بریم کیک درست کنیم بخوریم، اینم یه مثال خوبیه. درسته؟ قبوله؟ بریم ادامه میدیم. گفته ده تریپتوفان
حالا تریپتوفان اوپران داستان چی؟ بچه ها یه سری امینو اسید ها تو بدن ما اسنشیالن، یه سری نان اسنشیالن. پس امینو اسید که پلی‌پپتید ازش ساخته میشه مدل چی داره؟ اسنشیال و نان اسنشیال. حالا یعنی چی اینا؟ اسنشیال یعنی باید بخوریش، نمیتونه بدنت بسازه. اما نان اسنشیال بدن خودش میسازه. از چی میسازه؟ از هر کوفتی که گیرش بیاد خلاصه بسازه. ما در همین حد بفهمیم واسمون کافیه. اینا خیلی دیتیل داره ها، بعدم رفتیم ویدیو رو دیدین این مساج نارشته با گفتم من اینو میدونم دیتیل داره، در همین حد بس. تریپتوفان داستانش اینه که ایشون یه ژنتیکی داره، دی ان ای نام تریپتوفان. تریپتوفان باید بیاد اینجا با یه چیزی باند بشه. بعد خب حالا تریپتوفان تو محیط هست، باند میشه، میگه و من هستم، سری جا تکون نخور دیگه. واسه چی میخوای بری منو بسازی؟ چرا میخوای انزایم هایی بسازی که بیان منو جنریت کنن؟ من حضور دارم، در واقع یه جور فیدبک منفیه، خود تنظیمی منفی. میگه وقتی من هستم چرا میخوای یه جنی بسازی که منو بسازه؟ اوکی. اما اگه تریپتوفان نباشه ایشون فعال میشه، از اینجا بلند میشه، انزایم هایی میسازه، انزایم هایی میسازه که اون انزایم ها میرن روی یه موادی میریزن که آینده خواهید خوان چه موادی هن، و اینا میان تریپتوفان ها میسازن. وقت تریپتوفان تا سال چه دوباره اینجا میشینه؟ پس یه جور خود تنظیمیه. چیه این؟ منفی. حالا میام و حالا اینا نگاه کن، این مثال اوپرون مثال چی بود؟ مثال ایندیوسیبل اوپرون بود، یعنی ایندیوس کردیم که اوپرون بره. یعنی وقتی لاکتوز هست ایندیوس میشه که منو بیا انزایم بساز که منو بسازه، یه جور خود تنظیمیه مثبته. اما اینجا تریپتوفان مثال اینهیبیتوری اوپرانه، یعنی وقتی تریپتوفان میاد اینهیبیت میکنه اوپرانا. میفهمیشون خدایی؟ الان دو دقیقه دیگه میپرسم و حالا ادامه میدیم. میگه if there is enough tryptophan synthesis is not necessary waste of energy. قبوله؟ attenuation یا silencing اتفاق میفته، میگه خفش و سر جات به تمرک. واسه چی میخوای منو بسازی؟ in the presence of tryptophan activation is repressed in prokaryote transcription and translation isn't separated. خیلی مهمه تو انسان آیا سپریته؟ بله. تو یوکاریوت ترانسلیشن کجا اتفاق میفته؟ تو سایتوپلاست. ترانسکریپشن تو سایتوپلاست. ترانسکریپشن یعنی تولیده توی نوکلئوس. ترانسکریپشن یعنی تولید ام ار ان ای. تولید ام ار ان ای تو هسته است، تو نوکلئوسه. ترانسلیشن یعنی ترجمه به پروتئین توی شبکه اندوپلاسم. یه زبر اتفاق میفته. این شکسته نکن، دو دقیقه دیگه میفتی. خب بعد میگه رایت افتر دی بیگینینگ اف دی ترانسکریپشن ترانسلیشن استارت from the still synthesized mRNA. میگه همون موقع که داره رونویسی میشه همون موقع شروع به ترجمه میشه و روی تو پروکاریوت ما تو باکتری داره رونویسی میشه، هنوز دومش تموم نشده اون برش داره ترجمه میشه. At the same time simultaneously یعنی چی؟ لغت simultaneously همزمان. این لغت بنویسیم، بعضی وقتا تو امتحانا قرنقاطی میکنین simultaneously. ادامه میدیم regulation of tryptophan operon. خب اینا الان توضیح بدیم. اینا الان کیه؟ تریپتوفان. این کیه؟ تریپتوفان رپرسور. اگر تریپتوفان بره تو تریپتوفان رپرسور باند بشه، این شکلی بشه، میاد اینجا ریپرس میکنه، میگه من هستم، منو نساز، انزایمی نساز که بخواد منو بسازه. قبوله؟ اما اگه اینا توش نشینن، خب اینا اینجا نمیشینن. قبوله؟ این دو تا رو خیلی خوب باید بفهمی. این شکل ما براش اینجوری عینه اومد. اینو میکشی، اینم سگمنت سگمنت میکنه، یعنی جنای مختلفن، اینم نشست تو این رپرس شد. رپرس بعدم نویسید نگاتیو فیدبک. نگاتیو فیدبک نمرتم کامل خواهی گرفت. چرا؟ چون معلم حالی کردی که تو حالیته. استراکچر اف تریپتوفان اوپران به ما ربطی نداره. های لول اف تریپتوفان آنزیم انجام میشه؟ نه. داره نشون میده که چه جوری داره این کار رو میکنه، بازم به ما ربطی نداره. لو لول اف تریپتوفان بایستی بسازه رو را بره. فور د اگزم ساختار اوپران مهمه، رگولیشن مکانیزم لک اوپران مهمه، و تریپتوفان اتنیویشن. الان تریپتوفان اتنیویشن یعنی چی؟ اتنیویشن اصلا لغت اتنیویشن یعنی حضور، حضور تریپتوفان. نه، تریپتوفان اتنیویشن یعنی سایلنسی. میگه این دی پرزنس اف تریپتوفان اکتیویشن از رپرس. این جواب سواله. میگه وات از دی جوابش، میگه یه کلمه یعنی وات از دی اتنیویشن اف تریپتوفان اند دی تریپتوفان اوپران. میگه اتنیویشن یعنی حضور. وقتی هست میگه خفه شو ژن، خفه شو، سایلنس شو. این دی پرزنس اف دی اکتیویشن از رپرسد. قبوله؟ تموم شد دیگه. این یه دونه چیزاتون، برو بعدی.